سلام بچه ها، صبح همیتون بخیر. امیدوارم خوب باشین. یکم صبحش دیره، نزدیکای ساعت 9:30 و ایناست و داریم آماده میشیم برای حرکت. متاسفانه امروز، فردا و پس فردا بارندگی بالای 70-80 درصده و خیلی خدمت و اسکا بهتر بارندگی خیلی زیاده و این خیلی کارمون رو سخت میکنه. به این خاطر خیلی مسئله که بیریم فرعیه، مسئله خاکیه و روی همین حساب دعا کنید که زیاد بابی اذیت نکنه. خب دیشب یک خواب و استراحت حسابی، با اینکه ویدیوها باز تو ساعت نزدیک 2 بود وقتمون رو گرفت، اما خدمتتون عرض کنم که خوب حسابات خوبی کردیم و سرحال و شارژ آماده هستیم که راه بیفتیم به سمت ترکمن صحرا. این دخترم انقدر تمیز وسایلش. شما حرفی با بچه ها ندارید؟ صبح همگی بخیر، امیدوارم حال همتون خوب باشه. مرسی، ممنون. کم کم وسایل رو جمع جور بکنیم و خونه رو هم تمیز مثل روز اول به طرف تحویل دادم و شستیم و یه مقداری نون و وسایل برم که به صورت زباله بود. شیر خیلی روی اعصابم، یعنی آچار قفلی ندارم، وگرنه همین چیک آبی که چیکه میکنه در روز کلی آب هدر میده. خب آمادش رو گفت بچه، بارون همینطور که میبینین کم کم داره شروع میشه. گفتم این مقداری ماشین تمیز بکنم و راه بیافتیم. خب بچه، یه سری چیزا گفتن نداره، اما جای ماریا رو خشت ترتمیز آماده کردم. به حال مهمونه و احترامش واجب. هرچی هم زباله و اینا بود فرستادم اون وقت تا یه سد زباله پیدا کنم. اینجا میبینی که سد زباله اصلا پیدا نمیشه و خدمت رو عرض کنم که خوشبختانه ماشین دیگه آب کم نمیکنه و کم کم که راه بیافتیم. بچه خیلی دارم ضد حال میخورم بابت این بارندگی که داره احتمالا میشه و میدونی خیلی از مسیرهایی که میخوام بریم مثلا سمت گورستان خالد نبی اینا همش گله و همش خاکیه. برای همین خدمت رو هست کنم که خیلی یا مثلا با قایق میخواستیم بریم آشوراده، ولی با این وضعیت قایقا اصلا خودشون کار نمیکنن دیگه، چی برسه به خدمت با ساعتتون عرض کنم. ما اینجا اینو بگیرش خدمت رو عرض کنم بچه ها، به این که حالا خود جزیره باز باشه زمینی هم نمیشه رفت، به این خاطر که بعد تو به شهر بری و بریم حالا تحکل به خدا دیگه هرچی خیر باشه. بچه لباسش سفیده، من هی نگرانم که کثیف مسیف نشه، یه چایی میخوام بریزم کلی باید دقت بکنم. خب آقا قهوه صبحگاهی و حرکت. سلام باش، السلام باش. باور کنید شو بچه چیز ضد حالی هستش که بارون داره میاد. بچه قطار ایسکا بنا ترکمن هم جون ایسکای خیلی قدیمیه، حتما میبرم بهتون نشون میدم. ریل هم همینطور که بینید دقیقا وسط شهر داره رد میشه و خیلی وقتا هستش که مسیر رو میبندن تا قطارها رد بشه. گفتم شاید براتون جالب باشه. بچه داریم میریم سمت ساحل دریا. این بازار هم که بازاری که خیلی حالا مثلا برای خرید و اینا بچه‌ها زیاد میان. روبروان که پارک ساحلیه و بازم خیلی ناراحتم بابت بارندگی. یک نقطه ضعف از مالیا گیر آوردم حسابی دارم از جهر الان مثلا قهوه گرفته بودم، بعد گفتم قهوه بگیرم از بالای سر بریزم لباس سفید تمیز مورد کفشاش هم آخه ببین عوض کرد، کفشاش هم سفید بود، گفتم عوض کنم گلو شده دیگه. الان بهش گفتم که قهوه بریزم چایی بریزم بشنگ تمام لباساش. بعد الان داریم میریم بیرون بارندگیه، بهش گفتم پانچو بدم که ولی میگه نه دیگه عادت داره دیگه دمش گرمه، یعنی توی شرط سخت واقعا توی سفر پیاده روی. شما اگه برگردین ویدیوهای مخصوصا قبل از گلوگاه رو نگاه کنین، از صبح اول وقت بچه هاداش بارون میبارید تا شب. اینم شلگا تفتی رو بغل کرده بود زیر پانچو، حالا ویدیوهاش رو دیشب بهم نشون داد. بعد از این ویدیو شاید بذارم صورت خیلی سرد ولی با انرژی در حال جنگیدن واقعا داشت. لذت بخش پیاده روی حس خیلی خوب بود، خیلی با علیرضا مخصوصا لذت بخش بود، خاطره خوبی برام. دختری ایستاده در باد
واقعا چقدر دختر توانا و چقدر با اراده و قدرتمنده. من با خانمای زیادی تا حالا هم سفر شدم توی 17 سال، اما ماریا واقعا جز یکی از نوابقه، یکی از کسایی که خیلی دنبال این هستش که مهارت‌های کار در سفر و بقا در طبیعت و سفر در شرایط سخت رو امتحان کنه. سال هاست داره سفر میکنه، چند سال ترکیه رو کامل گشته، خیلی از کشورهای اطراف، گرجستان، ارمنستان بگیرین تا تایلند و خیلی از کشورها رو رفته و الان داره سعی میکنه مهارت‌هاش رو بالا ببره. خیلی عالی هستش که به عنوان مثال این سفری که اومده یک ریال از جیب هزینه نکرده و تمام هزینه های سفرش داره از طریق کار در سفر و کارهایی که داره تولید میکنه تأمین میشه هزینه هاش. خداوکیلی دمش گرم، بودنش واقعا قوت قلب میده به آدم، مخصوصا این که خیلی خیلی حواسش به شلگاه هست و خیلی مهربانانه داره شرایط اون رو رتق و فتق میکنه. واقعا دمش گرم، دستش درد نکنه. تا بعد از جنگل گلستان که حتما میاد اون طرف، چون میخوریم به برف و سرما و سرمای شمال غرب خلوت و اسکب استاد خراسان، من اصرار دادم که برگرده، ولی زمزمه این داره میاد که میگه که من میخوام تو اون شرایط هم باشم و توانهای خودم محک بدم. ببینیم چی میشه انشالله. داریم میریم با سرعت بسیار زیاد مسافت بین علی آباد و آزاد شهر رو. سلام بچه ها، داره برف میاد و اینو داریم میریم علی آباد کتوش و هوا خیلی سرده و برف سوزن میزنه تو صورت. بچه ها شرایط خیلی سخت شده، خیلی سخت شده و خیلی سرصدا و بارون داره میاد، برف داره میاد. ماریام کامل خوشو پوشونده با هزار تا لایه، یه دونه دستکش هم بیشتر نداشتیم، اون دستکش دیگه گم شده. من هم که فهمید بی انگشتا فلان دستمونه و هوا سرده، ولی با قدرت داریم پیش میریم. و داشتیم چند لحظه پیش فهم میکردیم، صحبت میکردیم که چقدر پیاده روی خوبه، آدم مثلا وابسته میکنه که آزاد، رها، بدون اینکه تعهد و دینی به کسی داشته باشه، راحت راحت و آزاد توی طبیعت پیش میره. ما یه چیزی بگو، پا نمیمونه، بدن کوفتگی یا چی هست، صفه نکنه آسوده. بنده خدا ماریا داغون داغون شده. ولی خیلی هم خوبم من. بله، خیلی خوبه. به لطف دکتر دوست علیرضا، من خدا رو تو گرفتگی های پشتم باز شده. خدا هسته. هر چقدر من جلوتر میرم به این نتیجه میرسم که خدا وکیلی دم این دختر گرم، چقدر دختر توانمندیه، واقعا عالیه، عالی. مثلا انگار نه انگار سرده، سخته. برای چی؟ نه اوکی بری. اوج و سرما هدوندش رو تازه میخواد بده به من. خدا کشکم بارون، چون بچه خیلی شدید میاد. یه لحظه فقط خودم لباس رو عوض کردم، لباس زنده پوشیدم، باید یه مقداری بیام جلو و یه ویدیو ازت براتون بگیرم. باید احتمالا برگردیم، یعنی یه روز دیگه ای باید برگردیم، چون حتما آشوردیه رو باید برم، مخصوصا با این داستانایی که جدیدن یه رئیس اداره میراث در آورده، ادوازیاش جزیره آشوردیه هست اونجا، همینطوری میبینین و کلا اسکله خالیه و میبینی که قایقا هم هیچ کدوم تردد نمیکنن. بعد برگردیم دیگه، چاره نیست. قدیم هم بچه ها این لنجاری که داری میبینین، قدیم میرفتم برای ماهیگیری دیگه، یعنی اینا تردد هم داشتن، یعنی مثلا تا سمت کشورهای شوروی هم میرفتن. و ببینین دیگه این سکانش، اون بالاش هم یک حالت بولبورینگ مانند داره و اینجوریه دیگه. لحظه به ماریا گفتم الان دقیقا من تو تضاد کاملی، من سر تا پا سیاه، سر تا پا سفید، یعنی سیاه و سفید در یک آب. و بچه این چیزای ترکمن، شالای ترکمن چقدر
خوشگلن، یعنی قیمتاش هم بالاست، یعنی ابریشمی اصلش هلاش 3-4 تومن حداقل پولش. خب آقا بریم ببینیم کدوم ور باید بریم. داشت مسیر رو میرفتیم، تو اون ویدیو هم که دیدیم با گوشی ماریا گرفتیم، دقیقا لوکیشن اینجوریه و این چیزای فصلی هم میبینین دیگه. ای جانم این مرغ دریایی رو، بارون که میاد دیگه این طالبای فصلی جمع میشه و خیلی اینجا قشنگ و زیباست. در کل بچه ها گفتیم حالا سمت دریا که نمیشه رفت، گفتیم بیام این بازارچه سرپوشیده که هم هتل هستش هم بازارچه، اینجا رو ببینیم چه شیکیه. انرژی خوبی داره اصلا کلا، چون مردمش مردم خوبی هست این منطقه، حسش حس خوبیه. یعنی ترکمندا دقیقا بچه ها مثل بلوچا و کردان، یعنی مردم های بازواتی هست، شدیدن مهمان دوست، مهمان پرست که به درست نیست. و اینکه چرا اینجا این درش جلعه و اینقدر اون وردی هتله، خب از اون وره پشت باید بریم. و اینکه خلاصه آقا یه مشکی و یک سفید دارن میرن، من دیروز چون حال نداشتم ویدیو بگیرم، برای همین یعنی سعی کردیم یک مقدار بیشتر ویدیو بگیریم و پرحرفی ها رو ببخشید دیگه. بازار ستاره ترکمن هست، بریم ببینیم که چی داره. خب بازارچه ترکمن سری قبل که ما اومدیم اینجا، این چرما و این کلاهای خیلی باحالی داشت بچه ها. این چرما رو من خیلی دوست دارم. برو داخل ماریا سردشه. اولا چیز خاصی نداره، ولی یک زمانی که از روسیه بچه جنس می اومد خیلی اینجا چیزای خوبی داشت، اما الان دیگه همه چیزایی که همه جا پیدا میشه اینجا هم پیدا میشه. و شال و روسری های خانم های ترکمن میبینین که چقدر باحاله. و دیگه همین چیزای روتین معمولی. یاد بازارچه آستارا افتادم، بازارچه آستارا. ماریا چند هفته پیش آستارا بوده و اولا چیز خاصی نره بچه ها بخوام براتون ویدیو بگیرم، فقط هم شالا چیز قشنگیه. چقدر این دختر خانم شیک و با کلاسن. این ظرف ها بچه ها ظرف های روسیه دیگه، خودتون میدونید که حالا مارکو ترهای زیادی داره، هم تو که ببینین از بشقاب و دیستش بگیرین تا قوری و کتری و زیادت. خیلی هم به ماریا دارم اصرار میکنم که حالا که تو باید سفر موقعیت رو از دست ندار، ویدیو بگیر. چندل تو میخوای راه بندازی، تو معلوم نیست سری بعد کی دوباره بخوای برگردی، برای هم بهش میگم که بگیر ویدیو رو و هنوز اون حس یعنی بیفته به تولید محتوا، واقعا نمیشه کسی جلوشو گرفت. حالا انشاءالله چندلش رو راه بیفته بهتون معرفی میکنم، برید ساب کنین و ویدیوهاش خیلی ویدیوهای خوبیه، خیلی فن بیان قوی داره و خوشبختانه چون از بابت تیپ و استایل و کلاس و اینا خیلی دختر با کلاسی هست، برای همین خیلی میتونه موفق باشه توی زمینه تولید محتوا. و این ظرفا رو بچه ها اینجا دیگه خیلی بند خدا زیاد داره اینا رو، همطور که داری میبینین انواع اقسام رنگ و لاوا. آقا سلام، خسته نباشید، بذارشم با عزت هم ویدیو میگیرم دیگه. انواع اینا روسی هم دیگه به ساره روس و اوکراین. بعد بدون گلش مثلا لیوان بدون گل ندارید، از ساده نمه تر دارم. اینا مخمل اینا یا نه؟ نه ساده هیچی نداری نه؟ نه میدونم لاب زرد ساده بگیم. رنگ مشکی داره، زرد داره، سفید داره و روس و اوکراین دیگه این ظرف ها. اینجا هم طبقه بالای بازاره، لباسای محلی خانمای ترکمن و میشه چیزای خوب پیدا کرد، اما بدیش اینه که همش چیزه دیگه، این چیزایی که همه جا هست. بعد بچه ها شاید بعضیتون ندونین، خانمایی که لباس ترکمنی میپوشن و
این قسمت بالای سرشون یه چیز قپمانن داره، اینا چیزن متأهلن، ازدواج کردن و خانمایی که حالا ازدواج نکردن جدا شدن مطمئن نیستم، یعنی در کل تعهدی به کسی ندارن، اینا لباساشون قپه نداره، متوجه؟ یعنی بالای سرشون قپه نداره. بذار ببینم یه خانم میتونم پیدا بکنم که اینجوری لباس پوشیده باشه، براتون ویدیو میگیرم. چقدر خوشگلم بچه ها این ظرفاش، کلاهی هم که بچه ها میذارن و لباس های اینه که جلوی لباس هاشون میذارن و در کل خیلی جالبه این لباس آقایونشه که میپوشن. شما چه خوشگلی دختر خانم. و همین دیگه کیف. و حالا توی اون بازار سنتی خیلی بهتره، یعنی مدل های بیشتری هست، اما دیگه برها وای باز خانم ها خریدشون. اینا داره مانتو و شلواره، چون سفر بعدی حالا میخواد بره جنوب ماریا، برای گفته خونه که قیمتش هم 350 تومن، هیچ چیز خاصی نداره. ببینین این چیزی که بالای سر میذارن، حالت کلاه که زیر شاله، برای خانمایی هستش که متأهلن. تو ویدیو قبلی گفتم که خانمای متأهل این کلاه رو زیر شال میذارن، بعد این مادرم پرسیدم اگه خانمی جدا بشه به قول معروف بازم این کلاه رو میذاره، میگه آره دیگه یه بار کلاه رفت سره دیگه تا آخر عمر این کلاه رو سرت هست. بعدم تو این منطقه سمت ترکمن صحرا طلا با اینا خیلی وجه زشتی داره، چون خیلی مردم معتقدی دارن، برای همین این بیلبیلکی نرم خوشگله. به ماریا گفتم این کلاه رو بذار رو سرت، خیلی اینا هم جلوی لباس پن میذارن. آره اینا رو اینا آره آه. این لباسه میخوای بذاری؟ بذار امتحان کنم این چجوری میشه. بذار تو کلام خرم میشه من یه دو برکن. عشقا اون کلا گذاشت سرت ها. نه جالبه بچه ها، قبلا بهتون گفتم که این اهل سنت عزیز استایل مسجداشون کلا تک چی به این شفت العیونی میگن مناره، تک مناره است. و ترکیه هم دیدین از دور روستاهاشون از این تک مناره مسجدها از دور دیده میشه. خیلی خوب بریم که دیرم. بچه ها بارون خیلی شدید شده، تیغای برفا کنم خرابه دیگه. به این دوستمون گفتم که من خودم بلد نیستم چجوری باید عوضش کنن، دیگه گفتم زحمتش هم داره میکشه، خیلی بارون داره شدید میشه. تیغا هم که این که اصلا پشتش افتاده، اینم که ببینین دو طرفش هم ول داده. شرمنده داشت بارون هم میاد. یه ببخش اگه روی لنز خیس و کیفیت دوربین خوب نیست. برای همین گلغاشه که من یاد ندارم، یه چند سری سعی کردم عوض کنم ولی دیدم کار من نیست. برای همین دیگه از دوستمون خواستم که چون هزینه ها وحشتناک سرسام آورد. حالا دخترتون ماشینه، تو ماشین نمیتونم بگم الان، فکر میکنم 500-600 تومن داداش دعوت کنم دست داره باش، فکر میکنم 500-600 تومن الان بیشتر توی کارت داشته باشم. چقدر بچه یهو روز شد، یعنی این برفا کنه قشنگ تمیز داره کار میکنه، برای همین یهو قشنگ شد دنیا. بچه رسیدم به قبله عشق، یعنی ترکمن صحرا. بچه های قدیمی میدونن که من یک جایی توی این ترکمن صحرا هست که عاشقشم، یه اقامتگاه بومگردی هست مال یکی از بچه ها اسحاق عزیز. این یه خونه روسیه یعنی با معماری روسیه رو که 40-50 سال قدمت داشته اومده بازسازی کرده و کردش اقامتگاه بومگردی. حالا میریم بهتون نشون میدم، یعنی هیچ خونه ای توی ایران نیستش که من به یه حد دوستش داشته باشم. و من حالا الان صحبت با ماریا همین بود، من دو بار که رفتم روسیه یه سری
تو شهر ماگادان گیر کردم، طبعا یه هفته ده روزی برف خیلی شدید اومد و جاده بسته بود. بعد مرسی. بعد خدمت رو عرض کنم که معماری اون خونه ها دقیقا مثل معماری همین خونه اسحاق بود و سری قبل که رفتم خیلی حس خوبی داشت، قشنگ همزود پنداری میکردم و خیلی من این سبک خونه های روسی، همین الان هم موزیک روسی داشت پخش میشد. اصلا کلن ما ها چون اصلاحاتا ترکمنیم یک عرق خاص یعنی میگه خون خون رو میکشه، خیلی من روسیه رو دوست دارم و حالا خوشبختانه دخترم نفسم داره چیز میکنه، داره سعی میکنه روسی یاد بگیره. ماریا جان این ویدیو رو ازش بگیرم. اینجا اول شهر گمیش تپه هستش یا همون گمیشان و اینم حالا دیدم خوشگل جالبیه. ماریا جان گفتم زحمت بکشه ویدیو رو بگیره. زحمت نیستش اینجا رو بچه ها، اینجا رو هم بی زحمت بگیر. بچه ها یادشونه این شلوای صفت یک سری دست من رو گاز گرفت دیگه توی سفری که حالا بچه ها قدیمی ویدوها رو دیدن. آمدم اینجا واکسن کوزاز به ام زدن. حالا این کنار رو بگی دقیقا این و اون خود در شیشه جایی بود که من رفتم طرف واکسن کوزاز زد به اینجا خدا نکوشه این شهرگاه رو عزیز دلم. و بریم اول بنزین بزنیم بعدم بریم اقاعده بومگردی. دو تا خونه کنار هم توی یک حیاته، یکیش بومگردی یکیش کافه است و یه سگ خیلی کت و گنده ای هم دارن که حالا بریم اگر سگه باشه بعدا خیلی براتون جالب باشه. ممنون مارش جانم. بچه ها شهر گمیشان یا همون گمیش تپه قدیمی که یه قلعه قدیمی یکی تپه باستانی خیلی قدیمی داره اینجا و یکم جلتر بریم سمت بومگردی اسحاق عزیز، فکر نمی کنم خودش باشه الان. بچه ها متاسفانه گویا تصادف خونی هم بوده چون دارن چیز میکنن، دارن با جارو خونا اینا رو میشورن. خدا تا اتفاق بایی نیفتیده باشه. بچه ها تصادف شده، دعوا که بعید میدونم چون اینجا خیلی مردم ریلکسی داره، مردم ترکمن صحرا خیلی مردم خط راستی هن، یعنی اصلا تنشمنش تو زندگی هاشون نیست. فکر میکنم احتمالا تصادف چیزی شده چون سر چهارراه هم هست. بچه ها خدمتون عرض کنم که داریم میریم سمت مرز اینچبورون ترکمنستان، حدود 70-80 کیلومتر راهه. یه چیز خیلی جالب و عجیب که اسحاق گفت سورپرایز شدم و اومدم الان دیدم واقعا با چش خودم. من فکر میگم چون الان زمستون هست اینجا خشک و بی‌آب‌علفه، ولی اسحاق گفت امسال بارون خیلی زود بارید و گرمای زود رس داریم، یعنی الان که آخر بهمنه گفت امسال بهار تقریبا یک ماه و نیم زودتر اومد اینجا و گفتش مثلا من فکر کردم الان بریم خالد نبی تمام تپه ها خشک و ایناست، اما همونطور که داری میبینین همه جا کاملا سبز و اوکی و بسیار زیبا و عالیه و برای کشاورزا خیلی خوبه، همه خیلی خوشحالن، اما خیلیشون نگرانن که چون گفتن که احتمالا سرما قرار هست بیاد که محصولاشون مثلا تگرگ و سرما بزنه و موردی که میخواستم بهتون بگم همین هستش، یعنی برخلاف تصورم که فکر میکنم الان چون زمستونه و ترکمنصحرا کلا خشکه اینجا واقعا الان خیلی سرسبزه، خیلی قشنگه و خیلی عالیه، اما متاسفانه امروز و فردا و پس فردا شدیداً بارندگیه و این خیلی ناراحتم کردنه. خیلی جا میتونستیم بریم ولی متاسفانه وقت نمیشه، یعنی شرایط اینجوری هستن. خودتون دیدی خالد روی پیاده روی داره و دیگه حسابی گیل و شل و بارندگیه. سر این مسئله خواستم بگم متاسفانه اگر شرایطش بیشتر میموندیم، ولی متاسفانه تا یوتیوب اون درآمد ماه اول رو بزنه مثلا میشه 10 و 12 اسفند و دو سه روزه باید جمع جور بکنیم اینجا رو. بریم سمت مرز اینچه برون چون بعد از اون روز جمعه است، امیدوارم بازارچه مرزیش باز باشه. جاده های این منطقه هم دیدید که چون فلت و صافه کاملا خطیه ولی چون دو طرف است دیگه به مقداری دیگه باید احتیاط کرد. بچه ببینین چقدر دشت زیباست، یعنی زیبایی تمام و کمال و چقدر خوشحالم که اومدیم و سورپرایز شدم، یعنی واقعا سورپرایز شدم.
خیلی علاقه تو که سر و زیباست. ببین شما بعد عید هم میتونیم بیاین توی سالای مثلا شاید امسال زودتر زرد بشه همه جا. ولی بعد عید که میان الان اینجا از 20 روز یک ماه دیگه شرجی شروع میشه و شرایط خیلی سخت میشه براتون. ولی الان هوا عالی، طبیعت هم عالی. یعنی مثلا بهترین زمانه. غیر از قضیه بارندگی دو سه روز. حساب بگم خب علی رضا 10 روز زودتر میومدی، یه هفته زودتر میومدی، همه چه عالی، همین سبزی و خوشگلی، ولی هوا هم عالی بودش، نه بارندگی نه هیچ. ولی متاسفانه الان دیگه همینه دیگه. بچه خیلی صافه، از دور که میادی مایلا گفت چیه، کوه تپه، گفتم نمیدونم چه من نمیبینه اون احتمالاً جاده است، ممکنه از زیرش ریل راهن رد بشه، چون الان اون سمت گرگان هست بچه و این سمت هم مرز ترکمنستانه، شاید خط ریلی که کشیدن برای این چه برون از اینجا رد بشه. آره و این چیز صافی دارم میبینم، خط راهن درست پله رفته بالا که قطار از زیرش رد بشه، از این ور میره سمت ترکمنستان و اون پایینه مرزی، از این هم که از سمت راست هم مثلا گرگان. بله اینم ریل راهن، چند زیباست واقعا. بچه ها رسیدیم به مرز اینچبورون، همطور که داری میبینین پایانه مرزی اینچبورونه که امروز جنبست جمعه از این موقعی فکرم شلوغتر از حالت عادیه. بریم ببینیم بازارچهر میتونیم پیدا کنیم. بچه اینجا پایانه مرزی اینچبورون بازارچه محلیشه، تا حالا اصلا نیومدم، خیلی هم کنجکاوم، میخوام ببینم چی جوریه چی شکلیه و بریم ببینیم چی جوریه. خب بچه ها توی پارکینگ چرا مردم چادر زدن اینجا توی سرما و هیچ ذهنیتی در مورد اینجا ندارن، چون نیومدم واقعا اینجا. بریم ببینیم چه خبر و چی داره.